با سلام و درود، با توجه به استقبالی که از نمونه سوالات آیین‌نامه شد و علائم راهنمای رانندگی که قبلا درس دادم، حالا لینکاش هم میذارم این بالا که شما بتونید ببینید اون قسمت ها رو، تصمیم گرفتم که ادامه بدم و این دفعه بیام نمونه سوالات رو در مورد قوانین در خدمت شما باشم. اگه این سری ویدیوها رو دوست داشتین لطفاً لایک بکنید، تو این کانال سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو هم بزنید که وقتی که ویدیوی جدید آپلود کردم متوجه بشین و بیاین ویدیو رو مشاهده بکنید. اولین سوالی که در نظر گرفتیم اینه: یک کان ترامواه، ترامواه یعنی تراموا، ات اریته پور پرمتر او پاساژر دو مونتره او دو دسانتر. اریته یعنی وایستاده، متوقف شده، پور پرمتر برای اینکه اجازه بده او پاساژر به مسافراش که چیکار کنن، مونته یعنی سوار بشن یا دسانتر پیاده بشن. لورسکیل نیت پد دو زون دو سکوریته، وقتی که ناحیه امن وجود نداره، کس کو لا لوا ووز اوبلیج دو فر اوان دو لو دپاسه. لا لوا یعنی قانون، قانون ووز اوبلیج شما رو ملزم میکنه چیکار بکنید، اوبلیژن ملزم کردن، تو فرق که انجام بدین اوان دولو دپسه، قبل از اینکه بتونید از این سبقت بگیرید، اون وایستاده یه تراموا وایستاده که مسافرها رو پیاده بکنه، قبل از این بتونید ازش سبقت بگیرید، طبق قانون باید چیکار بکنید. vous arrêtez à l'arrière du tramway et ensuite avancez. اول باید چیکار بکنید؟ arrêtez یعنی استاپ بکنید، وایستین. الاغیر یعنی پشت ترامواه باید وایسیم، آنسویت بعدش اوانسه، بعدش پیش بریم. بعدیش چیه؟ وزاقته او موان دو متر دقیق لپخت سیتوه آن اغیر، متوقف بشی او موان یعنی حداقل دو متر پشت سر چی؟ دقیق لپخت سیتوه آن اغیر، پشت سر درایی که پشت نایه عقبش هستن. پر او یعنی از که از طریقش لپساجر آنتر اود او سخت، که مسافرها ازش به اصطلاح خارج میشن یا وارد میشن. پس میگه حداقل دو متر پشت سرش باید وایسی. این گزینه دومه. گزینه سوم میگه دپسه سور لو کوته گوش، سبقت بگیریم از ناحیه از سمت چپ. لورسکو لا وا لیبر، وقتی که مسیر بازه. کلکسونه ات دپسه اوک پرودانس، کلکسونه یعنی بوغ بزنی، دپسه یعنی سبقت بگیری، اوک پرودانس با احتیاط رد بشی. خب گزینه درست گزینه ب هستش، یعنی باید حداقل دو متر توی نسبت به در عقبش که اونجا مسافرها پیاده میشن یا سوار میشن باید وایسیم، اونجا باید متوقف بشیم و بعد بتونیم رد بشیم. سال بعدی، pourquoi le système d'échappement de votre véhicule doit-il être inspecté؟ برای چی لو سیستم دشپمان یعنی سیستم اگزوز ماشینه، تو votre véhicule، véhicule یعنی خودرو، doit-il یعنی il doit être یعنی باید بشه، inspecté باید inspect بشه، باید بازرسی فنی بشه، در واقع معاینه فنی بشه. après un certain âge، یک از دلیلش چیه؟ بعد از یک به اصطلاح زمان مشخص، il est nécessaire de faire inspecter le système d'échappement de votre véhicule. لازمه که انسپکت کنی، انسپکت یعنی معاینه بکنی، de faire inspecter یعنی بدین یه نفر برای ما معاینه بکنه، چون خودمون که نمیتونیم معاینه بکنیم. پس یه دلیلش اینه که بعد از یه زمان مشخصی، بعد یک زمان خاصی که از اصطلاح خدمت این ماشین میگذره، باید این کار رو بکنی. دومی، pour déterminer s'il est agro pollueur de l'environnement. برای اینکه دترمینه یعنی معین بکنیم، مشخص بکنیم سیل آیا یه پولوار، پولوار یعنی آلوده کننده، آلوده کننده محیط زیست هست یا نه، گرام یعنی بزرگ، آلوده کننده اصلی هست یا نه. گزینه بعدی میگه pour vous permettre renouveler l'immatriculation de votre véhicule. برای اینکه به شما پرمتر اجازه بده قنوله بکنی، قنوله یعنی تجدید بکنی، نوسازی بکنی،
نوسازی بکنید یا تجدید بکنید چی رو؟ ثبت خودروتون رو. خوب گزینه بعدی چیه؟ توت لغپونس، تمام گزینه های بالا که گزینه درست هم گزینه ده هستش که تمام این گزینه ها درسته. سال بعدی لخسک فوز آنتخه دانزین اتوغوت و دوغه، یعنی وقتی که آنتخه وارد اتوغوت میشه، اتوغوت این اتوبان یا بزرگ را و دوغه، باید چیکار باید بکنید؟ کندویر لانتوما، آروم رانندگی بکنید. و پرپره اوو زقیته، یعنی خودتون آماده بکنید برای اینکه متوقف بشین. پور فسیلیته لو فلو دولا سیرکولاسیون اتوغوتیر، برای اینکه فسیلیته کنید. فسیلیته یعنی تسهیل بکنید، کمک بکنید به فلو، به جریان اون حرکتی که حرکت ماشینا توی اتوبان. این اتوغوت یعنی اتوبان، اتوغوتیر صفت مربوط بمونه که برای سیرکولاسیون استفاده شده که مؤنث در نتیجه صفتش هم مؤنث اومده. پس میگه که باید کند رانندگی بکنید برای اینکه کمک، برای اینکه خودتون آماده بکنید برای متوقف شدن. گزینه بعدی میگه سینیاله، یعنی سیگنال بزنید، یعنی مثلا راهنما بزنید. اکسلره، اکسلره یعنی گاز بدین، سرعتتون زیاد کنید. پور انتگره آن دوسور، که بتونید انتگره کنید. انتگره یعنی مرج کنید، یعنی وارد بشین آن دوسور با ملایمت لو فلو دو لا سیرکولاسیون، وارد جریان ترافیک بشین. بعدی که قلانتیر پوی انتره سور لوتوروت آنگل اگو، قلانتیر یعنی سرعتتون رو کم بکنید. پوی انتره بعدش وارد بشین، سو لوتوروت وارد بزرگراه بشین. ان آنگل اگو، آنگل یعنی زاویه، اگو یعنی زاویه، مثلا همش گفتیم هات یا زاویه تند، با یه زاویه بسته وارد بشین. و گزینه بعدی میگه ووزغته، متوقف بشین. سور لا وا دکسلراسیون، روی لینی که مربوط به سرعته. اتانت این اوکازیون، منتظر یه فرصتی بگردین. پوی آنتره بعدش هم وارد بشین. رپیدما یا رپیدما، با سرعت. سور لوتوروت رپیدما، و به سرعت وارد اتوبوس بشین، وارد اتوبان بشین. گزینه دوم، گزینه دو باشه، گزینه درست گزینه دوم هستش. سینیاله یعنی به اصطلاح راهنما بزنید و با سرعت وارد چیز بشین، وارد بزرگراه بشین، البته با یه ملایمت خاصی، به خاطر اینکه اصلا قوانین به شما میگه که حتما باید با سرعت شبیه 100 کیلومتر باید وارد بزرگراه بشین، وگرنه افسری که از شما امتحان میگیره قطعا شما رو رد میکنه. بقیه گزینه‌ها رو نگاه کنید، هی میگه مثلا وایسین، متوقف بشین. اصلا وقتی وارد بزرگراه میشین شما نمیتونید متوقف بشین چون ماشینا بهتون میزنن. در نتیجه اصلا به همچین گزینه‌هایی نمیتونید فکر کنید، باید با سرعت وارد بشین و با سرعت مطمئن و حواستون باشه سیگنال هم بزنید و وارد بشین. یه نکته خیلی مهمه، مثلا واسه امتحان شهر، برای امتحان بزرگراه حتما باید اینو رعایت بکنید. سال بعدی میگه که سور اون شوسه، روی یه جاده یا مسیری که اولا سیرکولاسیون و دان لی دو سانس، که ترافیک در دو تا جهت حرکت میکنه، یعنی ماشین ها از دو تا جهت میان. از دان کل پوزیسیون فوتیل اتر اوان دو فر ان ویراژ ا گوش، دان کل پوزیسیون، تو چه موقعیتی فوتیل اتر باید باشیم اوان دو فر، قبل از اینکه ان ویراژ ا گوش، گردش به چپ بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ قبل از این گردش به چپ بکنیم توی خیابونی که دو طرفه است باید چیکار بکنیم؟ در چه موقعیتی باید قرار بگیریم؟ گزینه اول میگه ایمدیاتما الا دروات دو لا لینی میدیان دو لا شوسه، بلافاصله در سمت راست خط وسط خیابون. بعدی میگه پدم پختانس تانکو وولو سینیاله، میگه اصلا اهمیت نداره، در صورتی که سیگنال بزنید، یعنی مثلا راهنمای چپ بزنید خیلی راحت میتونید به سمت چپ گردش بکنید. گزینه بعدی میگه پر دو لا دروات دو لا شوسه، نزدیک سمت راست خیابون. و بعدی میگه ا پروکسیمیته دو لا پارتی گوش دو لا شوسه، در نزدیکی
سمت چپ خیابون. گزینه درست گزینه اول هسته، ایمیدیت ما، یعنی بلا فاصله سمت راست خط وسط خیابون قرار میگیریم و بعد میتونیم سیگنال بزنیم، راهنما بزنیم و گردش به چپ بکنیم. خب میخوام این ویدیو خیلی طولانی نشه، بعد بقیه درس ها تو ویدیوهای بعدی مشاهده بکنید. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگه خوشتون اومد لایک بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، کانال رو هم سابسکرایب بکنید برای اینکه از ویدیوهای جدید من هم مطلع بشید.